میلیونی های آینده چطورید؟ اول راه بگم من تو این زمینه ادعایی ندارم، فقط میخوام تجربیاتم رو با اتون در میون بذارم. بذارید بشینم راحت تر صحبت کنیم. خب بچه ها، این صحبت هامون یا حالا اسمشو بذاریم آموزش هایی که میدم کاملا رایگان توی کانال یوتیوب بنده قرار میگیره. میتونید کانال یوتیوب منو داشته باشید، سابسکرایب کنید. هر هفته سعی میکنم یه آموزش باحال و خفن براتون بذارم. اینم بگم آموزش ها فقط و فقط واسه واینر ها یا مثلا صرفا اینفلوئنسر ها بلاگر ها اینا نیستش. همه و همه کسایی که میخوان پیجشون رو روش بدن میتونن از این آموزش ها استفاده کنن. امیدوارم بتونم یک کمک کوچولویی کرده باشم. واینر اصلا چیه؟ حالا من تخصصیشو نمیدونم، ولی به من و همکارای من که تولید محتوای طنز انجام میدیم میگن واینر. لازمه این که واینر بشیم، اینفلوئنسر بشیم یا تولید محتوا کنیم چیه؟ قیافه یا چهره است؟ نه. پول داشتنه؟ نه. وسایل، دوربین آنچنانی داشتن، سیستم آنچنانی داشتنه؟ نه. پرده سبز داشتنه؟ نه. من اول پرده سبز نداشتم. ویدیوهایی که میبینید پشت سرم خالی شده و فکر میکردن از پرده سبز استفاده میکنم، باید بگم که از پرده سبز استفاده نمیکردم. من یک پارچه حریر سبز رنگ داشتم. خب من خیاط بودم، یعنی خیاطی میکردم، پارچه و اینا زیاد میگرفتم واسه خودم. یه پارچه حریر سبز رنگ داشتم که اونو با میخ زدم به دیوار، از همون به عنوان پرده سبز استفاده میکردم. و حالا بعدنا واسه اینکه کار خودم یه مقداری راحت تر بشه پرده سبز تهیه کردم. خب اینا هم باشه خوبه، یعنی شما تجهیزات داشته باشی خوبه، راحت تر میکنه کارتو، نمیدونم چهره خوب اوکیه، اینا همه خوبه، اینا همه داشتنش خوبه، ولی لازمه نیستش. یعنی اینکه شما اگه ایناها رو نداشته باشی هم میتونی تاثیرگذار و واینر خیلی خوبی بشی. حالا واقعا لازمه اصلی چیه؟ من 5 موضوع اصلی رو چیزی نوشتم، دستام همه خودکاری. 5 موضوع اصلی رو واسه تون میگم که اینا لازمه اصلی واسه پیشرفت توی کارتونه، توی واینر شدنه، توی اینفلوئنسر شدنه، توی بلاگر شدنه. این 5 لازمه اصلیه. 1، در درجه اول استعداده. یعنی کسی که استعداد اصلا توی وجودش نیست، مثلا میاد جلوی دوربین بهش میگن مثلا این جمله رو بگو، من اینطوری کردم، من استعداد نداره، استعداد بازیگری، استعداد نمیدونم خندوندن، استعداد. به یه نفر میگن برو تو این مسابقه، تو همین الان بهت کارت ورود میدیم، برو تو این مسابقه نقاشی بکش مثلا. وقتی استعداد نداره خب بره چی کار کنه؟ اینجا هم همینه، اگه استعداد نداری نیا سمت این که پیج بزنی بعدش مثلا ناراحت بشی که چرا پیج من نمیاد بالا، چون انقدر مردم دیدن، بازیگرای خوب رو دیدن، نمیدونم افراد خوب رو دیدن، اونقدر با کاراشون آشناییت داره ذهنشون، که یک شخصی بیاد مثلا بی استعداد باشه رو خب معلوم اهمیت نمیدن بهش. پس اول، در درجه اول به نظر من استعداده، یعنی یک کوچولو نمه استعدادی باید داشته باشه که اونو پرورش بده، که قطعا همه دارن، قطعا همه شمایی که الان دارید این ویدیو رو نگاه میکنید اون استعداد رو توی وجود خودتون دیدید که اومدید سمت این کار. یا مثلا کسی که علاقه داره ولی خب احساس میکنه استعداد نداره، یا استعدادش هنوز به اون حد نرسیده که بخواد بره جلوی دوربین و تولید محتوا کنه، میتونه اول کلاس بره، کلاس بازیگری بره، اون یک کوچولو علاقه ای که داره، استعدادی که داره رو پرورش بده، بعد بیاد سمت تولید محتوا و نشون دادن خودش به مخاطب. خب پس شد 1، استعداد. 2، ذهن خلاق. ذهن خلاق چیه بچه ها؟ این که ما بگیم خب ما استعداد داریم، ویدیو یه نفر رو میبینیم، به عنوان مثال مثلا ویدیو یک واینر و یک بازیگر و اینا رو میبینیم،
میگی من میتونم این همین اجرا کنم. میره دقیقاً کپی برابر اصل اجرا میکنه. خب اما آیا مخاطب به این کپی اهمیت میده؟ کپی کردن وقتی ذهنت خلاق نیست این کارو میکنی، وگرنه اگه ذهنت خلاق بود شما درسته یه نفر رو میبینی خب ازش تأثیر میگیری، میگی من میخوام مثلا مثل این اوکی بشم، پیشرفت کنم، این کارو بکنم، اون کارو بکنم. ولی این که بری دقیقاً مثل خود طرف کپی کنی، به قول عامیانه اسکی بری، این اصلاً راه درستی نیست. اگه میخواید این کارو بکنید، اگه تا حالا این کارو کردید توی پیجتون، کاملاً اونو آرشیف کنید، کاملاً اینو از تو ذهنتون ببرید بیرون. ذهن خلاق یعنی این که میدونم که فلسفه طنز آقا اینه، یه کلیپ بسازی که توش یه عالمه حالا شوخیای باحال باشه و اینا، حالا بیام خودم یک ایده‌ای بدم که تا حالا کسی اونو اجرا نکرده باشه. پس این برمیگرده به ذهن خلاق، یعنی اگه شما ذهنتون خلاقه، یه ایده های خفنی به ذهنتون میرسه که تا حالا هیچ کس به ذهنش نرسیده، همین الان شروع کن، همین الان شروع کن ببخشید، همین الان شروع کن تولید محتوا کن و شک نکن موفق میشی. مورد سوم، انسان خوبی باش، آدم خوبی باش. یعنی چی؟ یعنی تا زمانی که تو موفقیت کسی خوشحالت نکنه، از ته دل واسه موفقیت یک نفر خوشحال نشی، نمیتونی خودت موفق باشی. میگن انرژی مثبت بدی به سمت خودت برمیگرده، دقیقاً اینم همونه. تو باید از موفقیت همکارت، از بالا رفتن همکارت، از اینکه ببینی اون داره درآمد کسب میکنه، از همه اینا باید خوشحال باشی تا خودت هم بتونی اون موفقیت رو جذب کنی. مورد چهارم که خیلی هم مهمه، خودت باش. ادای یک قشر خاص رو در نیار، الکی با کلاس بازی در نیار، تیک کلامای خودت رو بگو. اگه لهجه داری لهجت رو گاهی اوقات استفاده کن. خودت باش، خودت چجوری، توی خونتون چجوری، وقتی با دوست صمیمیت صحبت میکنی چجوری، دقیقا همونطوری باش. از این نترس که الان اگه جلوی دوربین هستی بخوای خودت رو یکم تغییر بدی، صدا تو یکم اینطوری کنی، وا این که اینجوری باشی، خودت باش، همون لهجه خودت، همون صحبت خودت، نوع نشستن خودت، نوع ایستادن خودت، دقیقا همه چی رو سعی کن که اگرم میخوای تقلید کنی از خودت تقلید کنی، نه از کس دیگه. آی نمیدونم دوستام هر روز تو کافی شاپن، آی نمیدونم اینطورین، منم باید حتما مثل اونا رفتار کنم که با کلاس باشم. نه نه، مردم دنبال یک شخصی میگردن که باهاش همزاد پنداری کنن، نه اینکه ازش دوری کنن. درسته خیلی ها از روی کنجکاوی میرن اکانت های کسایی رو دنبال میکنن که طرف خیلی پول داره. خب طرف خیلی پول داره، مثلا تو ترکیه است فلانه، خیلی پول داره، از روی کنجکاوی میریم استوریاشو نگاه میکنیم ببینیم تو ترکیه چی میگذره. ولی آیا واقعا به خاطر اون شخص میریم میبینیم یا به خاطر اینکه تو ترکیه است و پول داره؟ اگه ترکیه و پولشو ازش بگیرن، آیا ما دوباره میریم سمت اون نگاش کنیم؟ پس همیشه خودت باش که حتی اگرم پولدار بودی، حتی اگرم خیلی معمولی بود وضعیتت، مردم به خاطر خودت بیان سمتت و نگاهت کنن. مورد پنجم که اینم خیلی مهمه، پشتکار داشته باش و هیچ وقت ناامید نشو. این 5 تا از مهمترین موردا بود که حتما و حتما باید این 5 تا رو داشته باشید و 1001 مورد دیگه که حتما سعی میکنم توی آموزشا همه رو بهتون بگم. احتمالا شما که الان دارید این ویدیو رو میبینید، یه هدف خیلی بزرگ دارید، اونم موفقیت خودتونه. به خاطر موفقیت مثلا دختر همسایه که نشستید این ویدیو رو ببینید دیگه، درسته؟ دوست دارید به یک درجه‌ای برسید که خانواده‌تون بهتون افتخار کنن، خودتون به خودتون افتخار کنید، نمیدونم چشم دختر فلانی رو با موفقیتتون در بیارید. به همه کسایی که یه روز شما رو دست کم میگرفتن میگفتن این دختره چقدر بیارزه است، این پسره چقدر بیارزه است، نمیدونم هیچ کاری ازش بر نمیاد فلان فلان، به همه اونا میخواین ثابت کنید که شما خیلی خفن و باحالید. خب شما تا همین الان نصف راه اومدید، خدا هم واسهتون خواسته که تو این موقعیت قرار بگیرید. پس بقیه‌اش، اون نصف دیگه‌اش، فقط و فقط به خودتون بستگی داره.
از کسی توقع نکنید حمایتتون کنه تو این راه. نمیدونم فلانی منو استوری کنه من میرم بالا. من پول تبلیغ ندارم، اگه پول تبلیغ داشتم میرفتم بالا. نه، مگه کسی اون اوایل منو حمایت میکرد؟ اصلا. من همین راههایی که شما الان دارید شروع میکنید و میرید به سمتش رو همه رو رفتم، درکتون میکنم، اومدم اینجا نشستم که فقط تمام مسیر رو، چیزایی که تجربه کردم رو بهتون بگم. بهانه نیارید. اگه تنبلی دینم بگم، اگه تنبلی میخواید بکنید همین اول راه، دوتا پست بذارید ببینید مثلا نتیجه نگرفتید بخواید ناامید بشید، همین اول راه کلن از این ویدیو بیاد بیرون و برید پیکارتون. چون تو این راه باید انقدر صبور باشی، انقدر صبر کنی، به اون رویات فکر کنی تا بهش برسی دیگه. این همینه. دوتا ویدیو بذارم ببینم لایکش کمه و فلان و اینا دیگه بیخیال بشم، نداریم اینجا بهونه مهونه نداریم. مخاطب فت و فراوونه، فت و فراوونه. الان هر کی توی خانوادتون یه صفحه اینستاگرام هم داره. پس میتونیم بگیم از بچه 9 ساله گرفته، حالا پایین تر، تا پیرمرد و پیرزن 80 ساله، اگه خودشون هم اینستاگرام نداشته باشن، دختراشون نواهاشون بهشون نشون میدن. پس میتونیم بگیم که این اپلیکیشن اینستاگرام باحال و بامزه و خوشمزه، همه ازش استفاده میکنن، دقیقا مثل تلویزیونه. پس بستر واسط مهیاس، یه اپلیکیشن رایگان واسط مهیاس. تو فقط میخوای اینجا بری خودتو نشون بدی به مخاطب، استعدادتو به مخاطب نشون بدی، قر رو نمیدونم بهانه و چیزای الکی هم نداریم اینجا. خب حالا باید انتخاب کنی که چه مخاطبهایی دوست داری بیاد سمت پیجت، یعنی چه سبک محتوایی میخوای تولید کنی. ما 5 نوع سبک داریم که توی جنبندی بهش میرسیم. 1. سبکی که مخاطبت کودک و نوجوان باشه. یعنی چی؟ یعنی شما مثلا یه برنامه‌ای به عنوان مثال مثل برنامه عمو پورنگ رو میای توی صفحه اینستاگرامت منتشر میکنی. مخاطبت میدونی که وقتی یک همچین محتوایی رو منتشر کنی، اکثر مخاطبهات کودک و نوجوان خواهند بود. دیگه نمیدونم جوون 25 ساله، جوون نمیدونم 30 ساله، میان سال 60 ساله مخاطب این پیج تو نیستن. خب مخاطبت کودک و نوجوان خواهند بود که فکر میکنم هم نداریم زیاد. چه خوب میشه اگه یه نفر تو این زمینه بیاد تولید محتوا کنه که حالا مثلا این بچه هایی که گوشی دستشونه، پدر مادرشون با خیال راحت این سفر رو واسه بچهشون فالو کنن، گوشی رو هم بدن دستش مثلا بشینه کلیپ ها رو نگاه کنه، چقدر خوب میشه. بعد تو باید بدونی اگه این سبک رو انتخاب کردی، دیگه نمیتونی از موضوعات اجتماعی صحبت کنی، دیگه نمیتونی یه موقعی خدایی نکرده محتوایی بذاری که یه کوچولو بدآموزی داشته باشه، اصلا نمیتونی این کارو بکنی. خیلی خیلی باید همه چی رو رعایت کنی که پدر مادرها مثلا با خیال راحت گوشی رو بدن دست بچه‌شون، این پیج هم واسش فالو کنن. سبک بعدی، سبکی که مخاطبت نوجوان‌ها و جوان‌ها باشن. میتونیم مثلا مثال بزنیم تیک تاکرها که سبکشون رو بیشتر نوجوان‌ها و جوان‌ها پسند می‌کنن. سبک بعدی میتونه سبکی باشه که میان سالها و حالا سنهای بالاتر پسند کنن. میتونه حالا مثلا از آهنگای قدیمی بیاد تولید محتوا کنه، یا مثلا میتونه فیلمای قدیمی رو بیاره نقد و بررسی کنه. اینا چیزایی هن که قشر مثلا میگم 40-50 سال به بالا دیگه باهاشون خاطره میشه گفت دارن. درسته 50 سال به بالا خاطره باهاش دارن. اینا یک مثلا نوجوان 15 ساله دیگه اصلا سمت اون پیج به ایجومان نمیره. درسته؟ پس شما باید بدونی که چه سبکی رو میخوای انتخاب کنی. مدل چهارم، سبک چهارم، سبک عمومی. یعنی شما از مخاطب 9 ساله داری تا مخاطب 80 ساله. این بهترین سبکه و رشد کردن توی این سبک و توی این پیج موشکیه. توی این سبک که مخاطب عام داره، سبکی که من انتخاب کردم، مسائل پیش پا افتاده داخلش هست، درد جامعه داخلش هست، مطالب آموزنده گاهی اوقات داخلش هست. این باعث میشه که مخاطب عمومی بیاد سمت پیج من و خب رشد توی این پیج قطعا نسبت به گزینه‌های دیگه خیلی بیشتره. خب من اول گفتم 5 تا سبک. گزینه پنجم کسایی هن که تولید محتوای پوچ و بیهوده میکنن. به عنوان مثال کسی که مثلا میاد
سرشو تق میکنه به دیوار مثلا، یا مثلا چه میدونم کارهای عجیب و غریب میکنن که مثلا به سلامتیشون ضربه میزنه، به هر قیمتی میخوان مخاطب جذب کنن. من اصلا با اونها کار ندارم. محتوا پوچه دیگه. درسته یه شبه احتمال داره یه نفر که مثلا یه کاری کرده معروف بشه، مثل به عنوان مثال یه قاتلی که معروف شده همه میشناسنشون قاتلو، ولی خب کسی دوستش داره آیا؟ نه. این سبک تولید محتوا به نظرم بی‌ارزش ترین تولید محتواست. همینطور که یک شبه به تعداد فالوور مثلا چشمگیری میرسه، یک شبه هم فراموش میشه و توی این سبک به هیچ عنوان جای موفقیت و پیشرفت وجود نداره. پس سبک مورد نظرت رو اول انتخاب کن. اگه توی پیجت الان داری میری میگردی، حالا مثلا یکی داره الان ویدیوی منو میبینه که تولید محتوا کرده، اگه داری برمیگردی میبینی که یکی از ویدیوهات مثلا به درد قشر نوجوان تا کودک میخوره، یکی از ویدیوهات داره به درد مثلا جوانها فقط میخوره، بدون راه و واسه خودت یکم سخت کردی. نمیگم اشتباه داری میکنی یا اونم خودش یه سبکیه، ولی راه و واسه خودت سخت کردی. اگه مثلا یه نفر به عنوان مثال همون برنامه کودکی که گفتم کلن کارش مثلا اونه، بعد یه اون وسط میاد یک پست میذاره راجع به مشکلات مثلا جامعه، یه پست میذاره راجع به مشکلات جامعه توی پیجی که مخصوص بچه هاست و بچه ها نباید اون محتوا رو ببینن، اون خب خیلی کار اشتباهیه. واقعا من دارم اینو میگم، این تناقضه رو سعی کنید توی پستاتون نداشته باشید، بدونید سمت چه مخاطبی داری میرید. اون راهو که انتخاب کردید دیگه از اون به بعد کارتون آسون میشه، میگید آقا من فقط میخوام این قشر رو جذب کنم. خب این ویدیوی اول بود، ویدیوی آموزشی اول بود. نگران نباشید، راجع به همه چی قرار صحبت کنم. نمیدونم چجوری بری اکسپلور، چجوری جواب کامنت بدی، چجوری دایرکت ببینی، نمیدونم آیا در طول روز چه تعداد لایک کنی بلاک نشی، نمیدونم هر چی راجع به همه چی قرار صحبت کنم، ولی کلیت موضوع راجع به همون واینریه، اینفلوئنسریه، بلاگریه. راجع به گفتم پیجای فروشی هم صحبت میکنم، راهکارا رو بهشون میگم که چیکار کنن که فروششون بیشتر بشه یا حالا پیجشون بخواد رشد کنه، اینا همه رو میگم. این ویدیوی اول بود، همینجا تمامش میکنم. انشالله هر هفته سعی میکنم یه ویدیوی آموزشی توپ براتون تولید کنم و توی کانال یوتیوب بذارم. دوباره فراموش نشه لطفاً کانال یوتیوب بنده رو سابسکرایب کنید. این آموزش ها رایگانه، میتونید بیاید توی یوتیوب ببینید و برید. آره، ولی خب سابسکرایب کنید، یادتون نره که داشته باشید. هر موقع ویدیو جدید گذاشتم آموزشی، حالا استوری هم میکنم، ولی خب کانال رو داشته باشید یه موقع این وسط ویدیوی فراموش نشه. امیدوارم که تونسته باشم یک کوچولو انرژی مثبت بدم، کمک کنم یک کوچولو بهتون. هیچ چیز تو این دنیا غیر ممکن نیست مگر اینکه خودمون ازش رد بشیم و نخوایم بهش برسیم. با من همراه باشید. بلند.